بابا که ما که میدونیم خارج نیست، حالا بذار برگرده بعدش هم جان با این لحنی که داری صحبت میکنی دیگه کم کم موده ما رو بخوری، هیچ کارم که نمیکنی، درگیر جدولیم گیر میدی، خونه خالش هم آدم نمیتونه بره. ای بابا مگه هر جا نمیخوای بری نمیگن که مگه خونه خاله است؟ آدم خونه خالش هم راحت نباشه کجا باشه؟ چیکار کنم؟ خونمونم که هیچی نداره. ای بابا جوونی هم نمیتونیم بکنیم. خیلی متشکرم شرکت کننده شماره 1 جناب احمدی. بریم سراغ شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم صادق بیگی. دقت داشته باشید خانم صادق بیگی، قسمت هایی از یک فیلم برای شما پخش میشه، ادامهش با شما. کاری نداریم خدا هست. چی میگه؟ فهمیدم چیو؟ علی آقا رفته خونه آقا اصلا. شما کجا فهمیدی؟ خب بابات گفت دیگه. بابا وسط مالزی از کجا فهمیده علی رفته خونه خاله اینا؟ بابا چون خواب دیده. خواب بابات هم که نخوار نداره، هر چی هم که حالا دیده حقیقت دیده. خودش پای تلفن گفت ازنده میخوابم. من میخوام برم بمونی یه لباس درست حسابی داشته باشم. آخه اینا چیه تنه من کردی منو میخوای ببری؟ اون وقت هنگی چرا ازدواج نمیکنی؟ ازدواج نمیکنی بعدم میگی بابا خوابش راست بود. اگه بابام خوابش راست بود اون دفعه که خواب دیده بود من لباس قشنگ پوشیدم خواستگار برام اومده خوابش درست از آب در میومد، نه الان که علی رفته خونه دوستش. حالا من الان چی بپوشم؟ بهم بگو لباس چی تنم کنم؟ خانم صادق بیگی. اما بریم سراغ شرکت کننده شماره 3 جناب آقای ناهیدی عزیز. آقای ناهیدی آماده هستین؟ با دقت؟ بله. قسمت هایی از یک فیلم برای شما پخش میشه، ادامهش با شما. بفرمایید. باز خدا رو شکر ما رو داماد خودتون صدا کردیم. تو اصلا خودتون ناراحت نکن عباس، بده من قصه نکن مخصوم، همه چی درست میشه. بپش بریم فقط کجای شده؟ خب من به شما میگم اون تحقیقات به مظلومه چیکار دارید؟ بابا من یه مرخواست از یه خانمی در خانواده با مظلوم سوال کنم. من که نارم بدم جلو بعد این دختر سرزنده با باشی یا نه؟ نگران بدم نخواه رو باید نه چون نه البته میشه را بیبیم بیاد ولی ببین بیبی جون اگه امکان داره لباساتو بپوش، مثل که من با تو برم خیلی بهتره. من تو تحقیقات با بیبی چندین و چندین بار با هم رفتیم بیرون، نتیجه هم گرفتیم، ولی من اینجوری که فکر میکنم اگه بخوام با نرگس برم اصلا نتیجه نمیده. نرگس خودت هم میدونی سری قبل رفتیم گند زدی به همه چیز، ولی باز بیبی دمش گرم همراه منه، کنار منم راه میره، خیلی قشنگ سکوت میکنه، میذاره من کارم انجام بدم. البته دمش گرم سری قبل، دمت گرم بیبی. اون سری خیلی خوب اون دیالوگ اومدی، چون من خودم باورم نشد چجوری اون حرف از چی جوری به ذهنت خطور کرد که اونو گفتی، ولی عجب به دردمون خورد جوابش. اینطور نیست؟ خیلی متشکرم شرکت کننده شماره 3 جناب آقای ناهیدی، خیلی خیلی ممنونم. خب باید بریم سراغ داوران عزیزمون ببینیم نظرشون در مورد اجرای شما چیه. از سرکار خانم صبوری شروع کنیم. خانم صبوری شرکت کننده اولمون آقای سید مسلم احمدی، همون ماجرایی که از قبل داشتیم، یعنی باز لحنی که گرفته بودین خیلی بهش نمی اومد، یه سره به نظرم باید رو این کار کنید. شرکت کننده دوم خانم صادق بیگی. ببین این بخش از مسابقه چیزی که داره خطاب هم شما هم هست، خلاقیت میخواد. خلاقیت میخواد که چجوری اون شخصیت رو ببری جلو، در این حال در راستای اهداف اون باید باشی، حرف اون رو باید دنبال کنی. اینکه اون شخصیتی که داره اونجا میگه من لباس میخوام، آیا میزنه زیر گریه؟ آیا اینجوری میگه؟ خیلی سریع جمعش کردی و انتظاری که انقدر تو مرحله قبل خوب و قلدر اومدی جلو، من انتظارم خیلی بالاتر بود. و جناب آقای ناهیدی کاملا خطو اشتباه به نظرم رفتی دنبال اون شخصیت رو، یعنی یه دفعه برگردوندیش سمت بیبی. یعنی میتونست که اون چیزی که توی داستان بود این میخواست با دختره بره، بیبی داشت یه جوری چیز میکرد که منم باهاتون بیام. ولی حالا اگر از قصه بخوایم بگذریم که به نظرم نباید بگذریم، باید در راستای داستان باشه، خوب بود. مرسی.
متشکرم خانم صبوری. آقای سلیمانی نظر شما رو میشنوم. من نکته‌ای ندارم. هیچ نکته‌ای ندارم. بله. جناب آقای بشارتی عزیز. بله، خسته نباشید. شرکت کننده اول آقای احمدی خوب شروع کرد، فضا رو خوب انتخاب کرد و گرفت، ولی خیلی خشک و بیروح اجرا کرد. بله. توی کلام و لحنش. خانم صادق پیگی هم که به هر حال نباید با گریه شروع می‌کردی، ادامه همون دیالوگو با ایراد گرفتنش ما شروع می‌کردی، شاید تش به گریه می‌رسید، ولی شروعش نباید با گریه می‌شد. ولی خب تو راستای خودش رفتی و همون لباس و اینا رو گیر دادی. شرکت کننده سوم هم خوب شروع کرد، ولی یه جوری باید بیبی رو می‌پیچوندی که دنبالت همراه نمی‌کردی. ولی خب بدایسازی دیالوگا اینا در راستای همون قصه بود. اگه میپیچوندی بیبی رو خیلی بهتر میشد. خسته نباشید. سپاسگزارم از داوران عزیزمون، همینطور از شرکت کننده های دوست داشتنیمون. اگر موافق باشید یک فاصله کوتاه رادیویی بگیریم، برگردیم برای اعلام امتیازهای داوران عزیزمون برای برنامه امروز. آقای احمدی 39 امتیاز، خانم صادق بگی 40 امتیاز، آقای ناهیدی 40 امتیاز. درود بر شما، خیلی ممنونم آقای بشارتی عزیز. خواهش میکنم به ترتیب از اول اگه بخوایم شروع کنیم، شماره 1 37، شماره 2 45، شماره 3 45. بله، یعنی آقای احمدی 37، خانم صادق بیگی چند امتیاز؟ خانم صادق بیگی خانم صادق بیگی 45 و آقای نایدی هم 45. تبریک میگم بهتون، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب بخش مسابقه امروز ما به پایان رسید، اما بخش آقای حبیبی هنوز شروع نشده که بخواد به پایان برسه. خب میبینم آقای حبیبی عزیزم میکروفون به دست اینجا آماده هستن تا یک گزارش جذاب رو از شرکت کننده هامون تهیه کنن. گزارش رو به اتفاق بشنویم، برگردیم. من در خدمت شما هستم. من ابوالفضل آقاخانی به همراه سرکار خانم صبوری و جناب آقای سلیمانی و جناب آقای بشارتی از تک تک شما همراهان عزیز تشکر میکنیم که شنونده برنامه امروز مسابقه یک دو صدا بودید. و اما کلام پایانی، همیشه یادت باشه بارون بند میاد، همیشه یادت باشه بارون بند میاد، شب تموم میشه، درد و رنج هم محو میشه، اما امید هیچ وقت اونقدر گم نمیشه که نشه دوباره پیداش کرد. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارتون. خداحافظ.